ولایت وردک که در چند کیلومتری کابل قرار دارد اخیراً شاهد افزایش ناامنی ها بوده است. با این وجود علی فدایی ولی این ولایت نسبت به گسترش ناامنی در بخش‌های وردک هشدار داده بر تجهیز نیروی افغان و همکاری بیشتر نظامیان بین المللی در این ولایت تاکید کرد. تهدید ما یا ولسوالی که دوجه دشمن نسبتاً به بعضی ولسوالی ها بیشتر فعال هستند، ولسوالی چک و ساحات سیدآباد جغتو. در این ولسوالی ها در بعضی از ساحات زنا و علتش امی است که ما عملیات را که آغاز کردیم. سویم آقای فدایی از آغاز برنامه جدید برای تامین استقلال در این ولایت سخن گفته، مدعی شد نیروهای ارتش باید به گونه تعرضی دشمن را تنبال کرده و از حالات سکوت بیرون شوند. باید هماهنگی بیشتر بین ارگان های امنیتی و قوای ائتلاف به وجود بیاید تا ما بتوانیم امی چالش های موجودی که هست این را از بین ببریم. دشمن در حال فرار است، همیشه روش های خود تغییر میده، نمیتونه در یک موقعیت برای ثابت جابجا باشه. پیش از این نیز ولایت وردک شاهد ناامنی ها و حضور گسترده افراد مسلح غیر مسئول بوده که چندی پیش یک چربال نیروهای بین المللی هدف حمله گیر راکتی مهاجمان مسلح در این ولایت قرار گرفت که در نتیجه 30 نیروی ویژه آمریکایی و 7 کماندوی ارتش کشور کشته شدند.